که های گویای مشعل تقدیم می کند قصه های شهر خوشبختی نوشته اسلام کازمیه داستان اول نظر قربانی ملجی خانم تبدیل شده بود به یک تک گوشت افتاده بود گوشه ای اتاق چپت و بست دست و پایش شل شده بود نمی توانست تکان بخورد نه حرف بزند و نه بنشیند گهگاه اقوام و خیشهایش دورش جمع می شدند به احوال پرسی سر به سرش می گذاشتند ازش پرس و جو می کردند چطوره آب می خوای جایی درد میکنه منو می شناسی چه ته وقتی که سوال تو در تو می شد. و چند نفری سرشان را نزدیکش می بردند و فریاد می زدند منیچه خانم منیچه با تو هم تمام قبایش را جمع می کرد. دستش را کمی از روی زانو بلند میکرد که بالا نیامده تلپی می افتاد سر جایش دهان همیشه بازماندهش را تکان میداد. و صدایی از گلو در می آورد چون صدای گوزفندی که تناب دور گردنش پیچیده باشد آن وقت دوربری ها دو دسته میشدند یک دسته میگفتند الحمدلله داره بهتر میشه و دسته دیگر میگفتند بیچاره روز به روز بدتر میشه کنج کافترها سرشان را نزدیک میبردند و به او خیره میشدند چشمشان که به چشمش میافتاد نگاه بی حالت و بی گفتگویش نیمه جانی می گرفت. چشمش می ترسید و پلکایش روی هم می میگفتند می گفتند فلش کن خوابید. از دور برش پراکنده می شدند. بیش از یک سال می شد که به این روز افتاده بود. روز به روز شاقتر میشد. شد. قب قبش شل و آویخته بود. شکمش آماز کرده بود. دهانش همیشه نیمه باز بود. لب زیرینش آویزان بود و آب دهنش از گوشه های لب به دو طرف چانش سرازیر می شود. روزی چند بار با دست مال نمزده چانش را پاک می کردند و روغن می مالیدند. ولی پوستش ناسور شده بود و روغن مالی تنها می توانست از زخم شدنش جلوگیری کند. غذایش یا ترید آبگوشت بود یا آش. دو نفر زیر بغلش را میگرفتند و می نشندند. غذا را قاشق قاشق به دهانش میگذاشتند. گذاشتند. نجویده می بلید و دوباره دهنش باز مانده تا قاشق بعدی را فرو برند. شده بود مایه درد سر، مایه زحمت. دیگر بچه هایش هم به زور بهش سری میزدند. زیرش را کثیف می کرد. اتاق چنان بویی گرفته بود که اگه درش باز می ماند ساختمان را بوف هر می داشت. پنجره اتاقش به حیات نگاه میکرد. در سرمایه زمستان و گرمای تابستان روزی دو سه بار پنجره را وا می تا هوا عوض شود. از وقتی که این بو صدای همسایه را در بود وسط روز وا می که بچه ها به مدرسه می رفتند و بزرگترها به اداره و خانه خلوت می شد. بزرگترهای خانه روزی چند بار در اتاقش اسفند دود می و عود می جوانها چند جور قوطی بهبه گرفته بودند و پیف پاف تا وقتی به اتاقش می روند اش را فشار دهند مگس ها بمیرند و فضا معطر شود از اول سال که به این روز افتاده بود سه تا کلفت از خانشان گریخته بودند هر کدام پس از یکی دو ماه از کسافت و بلند و کوتاه کردن لش خانم به سطوح می آمدند و می گریختند. آخر یک پیرزن از ده آورده بودند که جایی نداشت برود خواهر بزرگ منیجه خانم روزی یکی دو بار به او سر میزد دخترها هر کدام به سهم خودشان تر و خشکش میکردند و شوهرش هرچه از دستش برنیامد کوتاهی نمیکرد چشمهای منیجه خانم بیحال باز بود مثل چشم گوسفند در هدقهٔ گشاد اش میگشت همه را مینگریست ولی حال و فروغ از آن رفته بود نه خشمی نه خنده ای نه نشاتی و نه غمی در آن دیده میشد طبیب که از او نامید شده بود تنها دستوری که برایش داده بود روغن مالی چند روز یک بار پشتش بود تا به خاطر خوابیدن و نشستن و تکان نخوردن ناسور نشود پسرش مهندس شده بود زن گرفته بود رفته بود دنبال کار خودش دختر بزرگش شوهر کرده بود زن یک افسر شده بود و با شوهرش در شهرستان زندگی می کرد دخترک نمیخواست زن آن افسر شود قدرت منیجه خانم وقتی سلامت بود او را وادار به این کار کرده بود دلش می خواست وقتی به سینما می روند، برای بلیت خریدن توی صف معطل نشوند و دامادش بتواند خارج از نوبت بلیت بگیرد و او که زودتر از دیگران قدم به سینما میگذارد سرتاپای کسانی را که منتظر نوبت در صف ایستادهاند ورانداز کند و باد به قبقب بیاندازد و به آنها بگوید ببینید این منم تاووس الیگین شده منیج خانم دو تا دختر دیگر هم داشت شانزده ساله و هجده ساله که مدرسه می تا وقتی که مادر سالم بود هر وقت دور هم جمع می شدند دلشان را خون می کرد و از اینکه شوهر آیندهشان در چگونه انتخاب خواهد کرد و به دخترها حق دخالت نخواهد داد افسوس می خود که یگانه پسرش به باباش رفته است بی ارزه ریشش به کون زلش است و به مادر اعتنایی ندارد می گفت البته که یک داماد آدم هم باید دکتر باشه و دیگری تاجر دکتر بر خودش اسم و عنوان داره و وقتی داماد آدم شد البته که دیگه آدم هر روز هر روز پول نازنینش نازنینشو به جیب این دکترای خدا نشناس نمیریزه که برای یه فشار خون گرفتن ارث پدرشون رو از آدم مطالبه میکنن تاجرم البته حسنش نشینه. که آدم پارچه یه لباس روی شکل توشک و لحاف رو ارزون میخره منیجه خانم از میان بازرگانان فقط پارچه فروش را به رسمیت میشناخت میگفت تازیر تا جوون البته که کارش زحمت نیست نیم گز رو به دست میگیره روزی هفت ساعت پارچه گز میکنه تومن تومن استفاده میبره کارشم که گرفت و پا به سن گذاشت یه مغازه بزرگ اجاره میکنه و دو سه تا شاگرد میگیره شاگرد را شاجیرد میگفت اونا میفروشن و اون پشت دخل میشینه چه کاری از این راحت تر و آبرومندتر بعد آهی میکشید و میگفت البته که من از شوهر خیر ندیدم دست کم باید کاری کنم که بچه هام از زندگی چیزی بفهمن زن کارمند دولت شدم شندر قاز حقوق داشت همش باید قرائت میکردم و تمام حوض هم خواب و خیال بود و موند تازه اگه خودم کار نمیکردم حقوق نمیگرفتم که اون سرمون صحرا بود باید میبودید و افاده های آقا رو تماشا میکردید از آقایی فقط داد و فریاد کشیدنش و بلد بود روزی که اومد خواستگاری من سر مهری اختلاف پیدا شد بابام بهش گفت تقاضا میکنم چانه بازاری نکنید من دختر به شما نمیدم ده شش دانگ میدم دخترم حقوق بگیره ماه به ماه هم به حقوقش اضافه میشه آقا که ادعا میکرد کرد عاشق پا شد و قهر و ورد شد و سوند رفت خدا بیامرز مادرم اونقدر قلیاب و سرکه جوشون و دعا خوند که بعد از سه روز سرش گذاشت جای پاش و برگشت از فردای عروسی داد و شروع شد میخواست حکم پاک و خودش باشه اما کور خونده بود اون داد و بیداد خودش رو میکرد و منم کار خودم رو اونقدر آتیش شدم به جونش و خودم رو زیر خاکستر قایم کردم تا مثل مو نرمش کردم البته حالا هم حرف باید حرف من باشه دخترهای اوایل کار مثل هر دختر جوانی وقتی مادرشان پیش جمع از شوهر کردنشان گفتگو میکرد خجالت میکشیدند سرخ میشدند و مادر را به سکوت دعوت میکردند در جواب فحش میشنیدند پیش مهمانها شرمنده میشدند و گریه میکردند و از اتاق بیرون میرفتند ولی مادر بیدی نبود که از این بادها بلرزد مثل همه کارش و همه حرفش آنقدر ادامه داد تا دنده دخترها پهن شد و پوستشان کلفت راه مبارزه را پیدا کردند هر وقت مهمانی می رفتند. یا به خانهشان مهمان می آمد چانه ها که گرم می شد حس می کردند. مادرشان تمام حرفای تکراری را زده است و دیگر چیزی به گفتگو از دامادهای آینده نمانده است یکیشان به صدا در می آمد که خب بامون جون از شوهر دادن ما بگو منیجه خانم اول بر می افروخت و دو سه تا بد و بیراه بار دخترها می کرد و بعد سر و ته قضیه به شوخی هم می آمد اما او به هر صورت شوخی را تمام می کرد و با کلمات شمرده شمرده و امریه وار حرف خودش را می زد آدمی بود جدی در عمرش نه با کسی شوخی کرده بود نه حاضر بود بشنود کسی با او شوخی کند اگر گاهی میخندید فقط به حرفای خودش میخندید و آن هم وقتی بود که لباس یا کفش یا طعم غذای کسی که به مهمانی دعوتش کرده بود ایراد میگرفت و خودش به حرف خودش میخندید و از شرمنده شدن حریف لذت میبرد از فردا به هر کس میرسید داستان را واگو میکرد و باز میخندید خنده از صدای خنده نداشت جیرهای بریده بریده میکشید و دستش را روی شکم خودش میگذاشت و خم میشد و راست میشد و ساکت میشد شنونده ها که گوششان از آن صدا سود کشیده بود میفهمیدند که خنده تمام شده است منیجه خانم پیش از آن که به این حال و روز بیفتد و شبیه یک تکه گوشت متعفن شود برای خودش آدمی بود تازه آب پنجاه را خورده بود نزدیکانش خوش آمدگویی که می میگفتن چهل سال هم بهت نمیاد ولی خودش حرف آنها را اصلاح میکرد البته که سی دست کم روزی سه ساعت در سه نوبت به سر و روی خود میپرداخت با سرانگشت کفایت به جنگ جاپای کلاخای بی پیر روزگار میرفت که به صورتش ناخون می کشیدند. رد پاها را می مالید و محو می کرد و باقی مانده را به یاری چند جور روغن و پودر با دقت بتونه کاری می کرد. در خانه هر کس خیار میخورد پوستش مال منیج خانم بود می رفت یک گوشه می خوابید. و پوست خیارها را پهلوی هم روی صورتش می چسباند می گفت البته که این دوای ترابت پوسته به ماست هم ارادت می نه نخیال کنید اهل اسراف بود ماست را به نیت شاداب شدن پوست میخورد. ته پیاله را انگشت میکشید و به صورتش میمالید. نیم ساعت دراز میکشید و بر می خواست و می گفت خوب شد تمام ویتامیناش به خود پوستم رفت بعد صورتش را با دستمال و آب گرم پاک می کرد تمام ویتامین های موجود در تمام مواد غذایی را می مرد. از آن میان به گوشت ارادت مخصوص داشت و قوت می دهد به غذاهایی که برای تراوت و شادابی پوست مفیدند اما دسترت به سایر خوراکی ها نمی زد. می گفت. البته خدا آدم و آفریده و نعمت دنیا رو آدم زنده است بر خوردن زندگی بدون خوردن چه معنی داره؟ هر وقت مهمان دعوت می کرد سر سفره با دقت ترکیبات تمام غذاهایی را که پخته بود و سلیقه ای را که در فوت و فن و آشپزی به کار برده بود و خاصیت هر کدام از غذاهای حاضر را و قیمت گرانی را که برای تهیه مواد اولیه آن پرداخته بود با صدای بلند به یکی یک که یک مهمانان می گفت تا غذا بیشتر به دلشان بچسبد. بعد از سخندانی دست می کرد توی زر و یک تکه گوشت یا یک کتلت در بشقا به هر یک از مهمان که عزیزتر بودند می انداخت و انگوشتانش را می لیسید. آن وقت خودش برخان می نشست. و نمونه اشتها را عملا به حاضران نشان میداد بشقابش را پر میکرد و میکشید جلو دسته قاشق را توی مشت محکم میگرفت دو آرنجش را روی میز در دو طرف بشقاب تکیه میداد و استوار میکرد فرنگی ما آب بودند و سر میز غذا میخوردند تکیه به دو ستون بازی او میداد و روی بشقاب خم میشد قاشق را که پر میکرد هنوز از توی بشقا بالا نیامده دهنش باز میشد. زبانش تا نزدیک چانه به استقبال قاشق بیرون می آمد های بینی بالا می جستند چشم ها گشاد می ابروها از چشم ها فاصله می گرفتند چین به پیشانی می افتاد. متوجه نبود که این کار آخری با بهداشت پوست منافات دارد اما قاشق را با غذا در آستانه دروازه دهن میگذاشت و به کمک زبان که زیرش بود آن را تو می کشید مدتی قاشق توی دهنش بود و صدای تق و برخورد دندان ها با فلز به گوش حاضران می خورد با پایین و بالا بردن و چپ و راز کردن دسته قاشق غذا را در گوشه و کنار دهن جابجا جا می کرد. با مهارت خاصی دولب را به داخل و خارج قاشق می شد تا دانه ای بیرون نریزد و آن را از دهن بیرون می کشی دولب ورم کرده اش با فک پایین می جمیدند و فرصتی به دست می آمد برای پر کردن قاشق و تدارک لغمه بعدی سی سال بود که شوهرداری می کرد در بیست سالگی فارغ و تحصیل شده بود و کار گرفته بود یک سال از کار کردنش میگذشت که شوهر کرده بود پسر بزرگش مهندس 29 ساله بود دخترها پشت او آمده بودند سی سال دفتردار مدرسه بود و بازنشسته شد در دوری کارش چندیت مدرسه عوض کرده بود هر وقت معلمی مریض می شد یا مدرسه معلم کم داشت او را سر کلاس می فرستادند. عقیده داشت دفترداری بهتر از معلمی است چون بچه های این دور زمانه پدر سوختند و هرانزاده باید متصل چوب توی سر و مغزشان بزنی تا ساکت بنشینند و به درس گوش بدهند اهل بحث نبود اما در هر گفتگویی با هر کس که درباره چیزی مطلبی گفته بود مخالفت میکرد مرغش یک پا داشت عقیده اش ثابت بود میگفت البته که آدم با تعصب هر کی تعصب نداشته باشه آدم نیست همیشه افسوس میخورد که بچه هایش به خودش نرفتند بی غیرتم تعصب ندارند هر وقت بچه ها جمع میشدند و گفتگو و کرک میانداخت به رسم تمام محافل خانوادگی غیبت هم شروع میشد گاهی که بچه ها پشت سر یکی از اقوام پدریشان مزمون کوک می کردند و ایراد می گرفتند. مادر به کمکشان میرفت. از آن خنده ها می کرد. مدتی جق می کشید و بعد به چاقوی بچه ها دسته می زد چند تا عیب بزرگ آن بیچاره قایب را بازگو میکرد که بچه ها ندیده بودند و او به حکم تجربه بیشتر دستگیرش شده بود اما اگر بچه ها از یک قومخیش مادری ایراد می گرفتند منیجه خانم سگره هایش را در هم می کشید رنگ و رویش سرخ می شد و صدای اعتراضش بلند می شد می گفت حیف از شیر پاو که من که به شما دادم آخرش آدم نشدین یه ذره تعصب ندارین یکی از یکی بدتر از آب در اومدین آدم شده به فامیلش ایراد بگیره حیف از من که خر شدم و زنی یه شدم شما اصلا فامیل من نیستین هم نجاد من نیستین در چشمتون در میاد که فامیل من یکی از یکی بهترن از زندگیش زیاد راضی بود و از خودش بیشتر تنها شکایتش این بود که بچه ها غیرت و تعصب را از او به ارث نبردند دیگر اینکه تدبیر منزل و صرف جویی را نمیدانند و دست به بادند ولخرجی میکنند و قدر پولشان را نمیدانند خودش از روزی که به خانه شوهر پا گذاشته بود با بلبل میانه خوشی نداشت و پایش را جای پای مورچه میگذاشت وقتی که همه جیکچیک مستانشان بود او یاد زمستانش بود میگفت البته که لای انگشتای آدم باید به هم جفت باشه که وقتی مشتشو پر از آب کرد نچکه اگرچه شوهرش عقیده داشت که 20 سال از سی سال خدمتش را در مأموریت خارج از مرکز گذرانده و خاک بیابان خورده است که از فوقلاده و حق بدی آب و هوا استفاده کند و سرپناهی بخرد زن و بچهش را از اجاره نشینی برهاند ولی به تجربه دریافته بود که هیچگاه نباید این راز را پیش زن ابراز کرد چون منیجه خانم دلخور میشد و قرقر میکرد و قهر میکرد و میگفت البته که تمام مردا حقوق باز و بی رو که قدر زحمت و فداکاری زنها رو نمی دونن. به هر صورت ده پاز ده سالی می که خانه ای خریده بودند و از اجاره نشینی رسته بودند تزیین منزل مثل تدویرش به عهده ملیجه خانم بود و هر گوشه ای که چشم می انداختی علامات سلیقه او را می دیدی پرده های توری چیندار پیش بخاری های گلدوزی شده رومیزی های پلاستیکی گلدار با گل های درشت سرخ و زرد و آبی همه جا به چشم می خورد سر ها پر بود از گلدان های لعابی قومی و بدل چینی و مسی که روی آن آب نقره داده بودند مجله های زنانه را که میخواند عکس های رنگی هنرپیش های وطنی و منظره های شاعرانش را میبرید و به دیوار می چسباند. اهل بلخرجی نبود اما هر کس میدیدش هر روز با یک دست لباس تازه میدید. تاریخ حراج تمام پارچه فروشی ها را بهتر از اسم بچه هایش از بر بود. روزهای حراج صبح برمیخواست میرفت توی صف می ایستاد تا مغازه باز شود. منیجه خانم آنقدر تنه میزد و ایستادگی می کرد تا به مقصود می رسید. زور که به خانه برمیگشت مویش پریشان چهرش برافروخته و تنش خسته بود. از زیر بغلش بسته های پارچه را میریخت کف اتاق. بچه ها و اهل خانه را دور خود جمع میکرد. یکیه یک که پارچه ها را از بسته ها با کرد روی دست می گرفت روی شانه می انداخت و یا به تنش می پیچید از یک یک حاضرین می پرسید قشنگه؟ چه کسی چون بگوید نه آن وقت در متح آن پارچه ها و سلیقه خودش سخنرانی می کرد تماشا کنید البته که این کتون بطه درشت گل قرمز با زمینی سبز چمنی برای دامن خوبه این جلسه بنفش با خالخال سفید جون میده برای بلوزش این کدری حیفه که نیم متر کم داره و وسطش نخکش شده و البته که یک پیرن عالی عذاب در می اومد خودم بلدم چیکارش کنم اما بچه ها پدرتون در میارم اگر به کسی بگین از حراجی خریدم اینا 400 تومن پارچه است که 60 تومن پولش رو دادم تازه هیچ جا پیدا نمیشه منی خانم همیشه بچه هایش را پند میداد که از حسادت مردم برحضر باشند میگفت در این مدت عمر آنچه فهمیده چشم تنگی و حسادت مردم بوده است از همکلاسان دوران مدرسه و هم محلی های مختلف بگذریم که فراموش شده بودند ولی دلش خون بود از اینکه در مدرسه های مختلف با بیش از صد نفر خانم و آموزگار و نازم مدیر همکار بوده است. روزی پنج شش ساعت با هم بودند. زنگ های تفریح و پیش و پس از ساعت درس پول روی هم می گذاشتند. خوراکی می خریدند و در دفتر می خوردند دوستیا به خارج از مدرسه ها می کشیده است. هر کدام که به مدرسه دیگر میرفتند، رفتند، گاه گاه سریع به دوستانشان می و باز هم به دوره مهمانی ها دعوت می شدند. اما او که از هر مدرسه ای می رفته است دیگر فراموشش می کردند. بعد که باز نشسته شده است دیگر هیچ کس سراغش را نگرفته بود. گاهی آهی میکشید و میگفت. از این مشتی رفیقان ریایی بریدن به بود از آشنایی گاهی که یکی از همکاران قدیمی را توی خیابان میدید و پرسجو میکرد میفهمید که همه با هم دوره دارند و همدیگر را میبینند ولی او را خبر نمی کنند. خودش میدانست چرا عقیده داشت که چون از همه خوشکلتر بوده است و خوشپوشتر و خوشبختتر همه به او حسادت می کردند و هنوز هم هیچکس چشم ندارد او را ببیند تا چشمشان تو چشمش می افتد. سلام و تعارف و خوشو بشین می کنند. ولی رو که برگرداندی دیگر نمی میگفت می گفت خدا زنده نگهدار قوم و خیشای خودم رو هیچ کس جای هم خون و فامیل آدم و نمی گیره الحمدلله خودمون کم نیستیم خدا زنده بذاردشون سه تا عمه دارم دو تا خاله پنج تا خواهر و سه تا برادر با دختر و پسراشون میشن پنج و شست نفر اگرچه بیشتر بچهاشو نامهربون از آب در اومدن ولی بزرگ که شدن عقلشون سر جاش میاد و میان سراغ آدم با فامیلش معاشرت داشت ولی وقتی جمع میشدن پس از سلام و احوال واسی گفتگو از لباس و کفش و جوراب میشد اگر خانم پیراهن تازه پوشیده بود قیمتش را میگفت و اینکه چقدر این پارچه کمیاب است و فروشندهش به او گفته است که خانو فقط به شما تقدید کلی میدیم اما خواهش میکنم به کسی واگو نکنین گاهی که یکی از برادرزاده ها یا دختر امره ها و یا دختر خاله های حاضر در مجلس طاقت نمی آورد و می گفت ایوا جون یا اوا امه جون اینه همین پاچر مامانم خرده به نصف این قیمت منیجه خانم از کوره در میرفت رنگ و روی از سرخ میشد و اخبها رو در هم میکشید و جواب میداد خوبه خوبه مامان تم درش میچد از اینا بخره لابد با سرش کله رفته و ایرونیشو خریده البته که این پارچه فرنگیه و فقط یه جا می فروشن که فقط من بلدم تازه دو قواره بیشتر نداشت که تموم شد قوم و خیشا تجربه داشتند اگرچه خودشان هر کدام یک پا و چه غیرت و تعصب بودند ولی میدانستند که اگر دهن به دهن منیجه خانم بگذارند و قضیه را کش بیارند کار بالا میگیرد و به قهر و قهر کشی می انجامد این بود که وقتی او بلند می شد و گوشه دامنش را دست می گرفت و دوره می گشت تا یک یک حاضران دست بزنند به پارچه و ببینند جنس لطیفی دارد به یکدیگر چشمکی رد و بدل می کردند. و به جوانها لبگزه می کردند و چشم غره میرفتند که ساکت باشند. منیجه خانم که حرفش رو بیکرسی نشانده بود و به همه ثابت کرده بود. مثل تابوس مست چرخی می خورد و میرفت به سراغ ظرف میوه. سیب و پرتغال را یک یک بر می داشت و سنگین و سبک می کرد. خیارها را اندازه می گرفت و با دقت بزرگترین و سنگین ترین میوه را بر می داشت. و شروع میکرد به خوردن تا به دیگران فرصت تعریف و تمجید از سلیقه یگانش را داده باشد ولی وقتی مهمان ها میرفتند به بچه هایش میگفت میبینین گاهی قوم و خیشای نزدیک آدمم هم با آدم حسودی میکنن پیش از جمع و جور کردن اتاق میگفت دوتا گل آتش درست میکردند کیسه اسپند را میآورد و مشتی اسپند توی آتش میریخت و صدای تق و تق اسپند ها که بلند می شود چند بار می گفت چشم حسود و بخیل به ترکه به ترکه و چند بار از روی دود اسپند رد می شود. زندگی چون باریکه فازلاوی جاری بود با شادی و لذت زیر سلطه منیجه خانم می گذشت گرفتاری از وقتی شروع شد که قاصدک خوشبختی غروب یک چهار شنبه بر سر بامشان نشست منیج خانم هر وقت تنها میشد و به آرزوهای سرکوب شده اش می اندشید. یک بلیت بخت ملی می خرید زد و یک هفته برنده شد پای تلویزیون نشسته بود و به اخبار گوش می کرد و بلیت در دستش بود و در انتظار اعلام نمرات برنده بود گوینده یکی یک نمره ها را خواند. برندگان پنج تومنی و ده تومانی و صد تومنی و در آخرین لحظه نامیدی نمره بلیت برنده صد هزار تومن را خواند. منیج خانم بی اختیار خواست جیغ بکشد که نفسش برید صدایی چون سکسکه اما بلندتر از گلویش درآمد. اهل خانه متوجه شدم اما هنوز باورش نشده بود بلیت را دو دستی چسبید و منتظر ماند تا نمره ها روی پرده تلویزیون نوشته شد یک نگاه به بلیط کرد و یک نگاه به تلویزیون و جیغ زد که برنده شد شد شدم و پس افتاد دماغش دیر کشید رنگش زرد شد لبهاش کبود شد و سیاهی چشمانش رفت ولی بلیت را توی مشتش مچاله کرده بود و میفشرد اهل خانه دست شدند سرک زیر دماغش گرفتند قطره و شربت قند حلقش ریختند و دوش و بالش را مالیدند تا کم کم حالش جا آمد اول دو سه نفس عمیق کشید بعد سکسکه کرد بعد حق حق گرگش بلند شد اولین حرفی که از دهنش درآمد آمد پرسید بلیتم کو بلیت هم کوه تو مشتته باز پرسش را تکرار کرد دستش را گرفتم تا بلیت را از مشتش درارند و نشانش دهند به هیچ زوری نشد مشتش را باز کنند و باز میپرسید بلیت کو کم کم هق, هق گریه تبدیل به زار زار شد با آب یخ به صورتش پفنم زدند و یک تک یخ به مغز سرش مالیدند تا ناگهان با سر آستین اشکش را پاک کرد و به بلیتی که توی مشتش بود نگاه کرد صدای زارزار و حق گریه در هم شد کم کم عوض شد و چیزی شد شبیه صدای زوزه ی یک دست شغال که از دور در فضا بپیچد و ناگهان قهقهه خنده را سرداد از جا برخواست دور خودش میچرخید دو دستش را دور گردن یک یک اهل خانه حلقه میکرد و چلب چلب میبوسیدشان برنامه مخصوص وقت آزمایی در تلویزیون ادامه داشت با برندگان خوشبخت هفته گذشته مسابقه کرده بودند و ساز و آواز ایرانی شروع شده بود هنوز بانو فیروزه خواننده خاکی مردم داشت توی تلویزیون قرمیداد میداد و قربیله میکرد و به افتخار قهرمانان شانس و برندگان این هفته آواز زربی میخواند منیجه خانم بوسیدن را کنار گذاشت و دست گذاشت به رقص آن شب شام مفصل و با اشتهایی خورد و تا صبح خوابش نبرد ده دفعه بیشتر شوهرش را بیدار کرد و درباره نقشه های طلایی آینده با او گفت پس فردای آن شب در روزنامه ها بالای عکس منیجه خانم به خط درشت نوشته شده بود برنده خوشبخت توی یک کفه ترازوی بزرگ نشسته بود دستار از دو طرف باز کرده بود و گرفته بود به دو تا از زنجیرهایی که کفه ترازو را به شاهین وصل می کرد پاها را آویزان کرده بود و صورت گرد و خندانش در میان موی سیاه می درخشید. چون ماه شب چهاردهم که از پشت عرد در باشد عکاس با معرفت نامردی نکرده بود و نور چراغ عکاسی را چنان میزان گرفته بود که بازتا با آن در شیشه های خوشتراش گردم بند و دست بند و گوشواره و انگشتر مریج خانم درخشش نمایانی داشت پایین عکس دو تا زانوی گرد و قلمبه مریج خانم سفیدی میزد. دامنش تا یک وجب بالای زانو کنار رفته بود و نور چراغ عکاسی تا عمق قابل توجهی در زیر دامن و فاصله رانها نفوذ کرده بود. روزنامه را رو که دید گوشی را برداشت و به خواهرش تلفن کرد و گفت روزنامه بخرد. خواهرش روب ساعتی بعد به او تلفن کرد که دیدم ماشالله ماشالله عکست مثل ما افتاده اما خوب بود دامن تو تا روز پایین میکشیدی یا دست کم زانو تو به هم جفت میکردی که اون زیره من اینجا خانم حرف خواهر را برید که خواهر جون بازم عملبازی بازی در با تو کوچه ببین دختره امروز مینی می میپوشن تا زیر نافشون پیداست آن روز از تا آخر شب تلفن پشت تلفن صدا میکرد و قوم و خیش ها به برنده خوشبخت تبریک میگفتند. هر کدام که فراموش میکردند، از شکل و شمایلش تعریف کنند خودش یادآوری میکرد و ازشان می و تصدیق می گرفت که خوشگل شده و عکسش مثل عکس دختر 18 سال افتاده است برای این کار زحمت فراوانی کشیده بود صبح روزی که قرار بود برود و جایزهش را بگیرد به سلمانی رفته بود سلمانی که میدانست با چه کسی طرف است هرچه فوتوپن در آستین داشت به کار برده بود سر را رنگ کرده بود شسته بود پیچیده بود یک ساعتی زیر دیگه گرم کنه برقی نشانده بود خودش می گفت آدم زیر سشوار که میشینه مخش داغ میشه. سلمانی موها را پس از خوش شدن شانه کرده بود پله پله چین چین و شکن شکن ساخته بود تره را روی پیشانی تاب داده بود کسمه درست کرده بود و با اجازه خانم به کمک محلولی طلایی رنگش کرده بود و یک تره طلایی در میان زلف سیاه نمایی داشت به پیشنهاد خانم دو طرف مو را پشت گوش خوابانده بود طوری که گوشوار زیر مو پنهان نماند در فرصتی که نشسته بود تا موی پیچیده اش خشک شود شاگرد سلمانی سرگرم مانیکور کردن و لاک زدن ناخونهای او شده بود گرم کن برقی بر سر خانم دو برابر مجموع کلاهای کریم خان زند و آقا محمد خان قاجار به نظر می آمد که از سی سال پیش با عکسشان در کتاب تاریخ مدرسه ابتدایی آشنایی داشت در همان حال خانمی با بچه سه سالش وارد سلمانی شده بود تا چشم بچه به شمایل خانم افتاده بود نعره زده بود و فرار کرده بود بچه را برگردنده بودند و به هزار مصیبت ساکت کرده بودند و مادر برای اینکه قضیه را ماسمالی کند گفته بود آخه خانم جون من که روزا میرمه داریم بچه زیر دست امش میمونه امش اموله بچه را از گلیم بدوش و دیک به سر می ترسونه حالی که وارد شد شما رو دید وحشت کرد خون مریج خانم از شنیدن این حرف به جوش آمده بود و سه گره ها رو در هم کشیده بود و قلبش تپیده بود و هرچه خون داشت به صورتش ریخته بود اما پیش از آن که چیزی بگوید به یاد آورده بود که اگر بخواهد بلند شود و حق مادر و بچه را کف دستشان بگذارد تمام زحمت های آرایشگر به باد می روید. و به زیبایی خودش لذت میخورد این بود که فقط به دو بار پدر سخته بی هیا گفتن بسنده کرده بود وقتی به خانه رسیده بود مشاطه را رو دعوت کرده بود تا ابرویش را درست کنند اشرف خانم بندنداز هم قصه را میدانست و زبان چرم و نرمی را که تا به حال صد تا عاشق دلخسته را به وسال معشوقه رسانده بود به کار انداخته بود و با دو دنگ ته صدای گرفته ای زمزمه کرده بود که حسن خدا داد را حاجت مشات نیست و دست به کار شده بود شش قلم آرایش به اختیار اشرف خانم انجام داده بود و قلم هفتم به دستور شخص منیج خانم اما برنده خوشبخت نیم ساعتی در شک و تردید بود که خال فرخ لقا بالای لبش بوده است یا پایین در گوشه راست یا گوشه چپ تا آخر تصمیم گرفت که نقطه لب را باید جای خودش گذاشت مدتی به جدل و گفتگو با مشاته گذشت اشتب خانم هم کور سوادی داشت خانم لب را از سمت خودش میخواند و میگفت سمت چپ و مشاته از روبرو میخواند و عقیده داشت سمت راست وقتی مشاته آینه را پیش رویش گرفت و گفت نگاه کند اضافه کرد که مردم همه از روبرو به آدم نگاه می کنند و لب را می خانند. به دل خانم براد شد که زکات خوشبختی را باید پرداخت و دل مشاته را در این روز مبارک نباید شکست پس از رفتن مشاته به فکر منیجه خانم رسیده بود که اگر مردم قدیم با اجناس فرنگی آشنایی داشتند بیشک به جای هفت قلم هشت قلم آرایش میکردند دنبال این فکر لباس پوشیده بود سر راه رفته بود منزل دختر که امروزی بود و مجه مصنوعی او را به کمک دخترخاله روی مجه ها بست کرده بود اگرچه عقیده داشت مجه بلند و برگشته خودش احتیاجی به این چیزها ندارد ولی این را میدانست که باید همیشه از مد پیروی کرد با این مقدمات بود که عکسش توی ترازو آن زیبایی افتاده بود در سالن نمایشات بخت با حضور هزاران نفر از تماشاچیان مشتاق مأموران وزن کشی توی یک کفه ترازو آنقدر با پارو پول ریخته بودند که به زمین رسیده بود و بعد منیژه خانم خندان را در کفه دیگر نشانده بودند تا دو طرف میزان شود. پول ها را کم و زیاد کرده بودند و وقتی که شاهین ترازو متعادل شده بود گوینده شیرین زبان وقت آزمایی چکش را بر زنگ فرود آورده بود و در میان زنگ با فریاد رسا گفته بود ببینید هموطنان عزیز از قدیم گفتند هر که را زر در ترازوست زور در بازوست منیجه خانم تازه حس کرده بود معنای جمله ای را که خود در مدرسه ابتدایی بارها خوانده بود و بیش از صد بار به بچه ها درس داده بود اما را فراموش کرده بود در مراسم قرعه کشی نمایندگان بانک و دادستان کشور و وزارت دارایی حاضر بودند جشن و عکس برداری که تمام شد نماینده دارایی برای گرفتن مالیات بر درآمد اتفاقی پیش آمد و ورقه ای پیش خانم گذاشت خانم یک خورد و به زیادی مالیات اعتراض کرد و چانه زد و وقتی شنید این مبلغ قانونی است به نماینده دادستان شکایت کرد و به این نتیجه رسید که توی این شهر هیچ کس به داد آدم نمیرسد. بعد نماینده بانک به مشورت پیش آمد پول یک سره به حساب پسنداز منتقل شد و خانم رسید آن را با دقت تا کرد و از چاک گریبان فرو برد و در جوف پستان گذاشت یعنی در نزدیکترین نقطه به قلب بعد با خبرنگار روزنامه ها به مصاحبه نشست و از نقشه های تلاییش برای نحوه خرج کردن آن همه پول سخن گفت. وقت برگشتن تنها نبود امه و دختر امه و دوست از دختر خاله ها را همراه برده بود تا از نزدیک شاهد پیروزیش باشند خواهرش خواهر بزرگ و عزیزش به خانم با اینکه قلب درست و سالمی نداشت اصرار کرده بود ببرندش مراسم که تمام شد عکاس را صدا کردند و گفتند چند عکس خانوادگی یادگاری از آنها بردارد و دست جمعی خندان و شادان برگشتند پسر خواهر مردانگی کرده بود و ماشین پیکانش را آورده بود توی ماشین که نفسشان بند آمد به فکر افتادند که سر شماری کنند و بدانند چند نفر توانستند مهربان و بردبار در یک ماشین چهار نفر بنشینند یازده نفر بودند. بعد از سرشماری به خانم که استاد و عقل کل بود گفته بود سه تا سلوات بفرستید و توف کنید روی زمین تا از چشم بد دور بمانید و کسی ازتان کم نشود اینکه توی ماشین زمینی در کار نبود و هر جا تف می به سر و تن دیگران می افتاد مایه خنده شد در راه جلو قنادی به امر منیجه خان میستادند او که پیاده شد نیمی از جمعیت پیاده شدند تا نفسی تازه کنند برنده خوشبخت رفت به قنادی و با جعبه های پر از نان خامه درشت و آب نبات و آجیل بازگشت چه شب فراموش نشدنی و خوشی گذشت شب به همه در کانون گرم خانوادگی خوردند و خندیدند و رقصیدند و به ساز و آواز رادیو و تلویزیون بسنده نکردند از خانه بهیج خانم یک گابال آوردند زنها که بیشترشان دایره زدن را به سادگی حرف زدن میدانستند به نوبت گابال میزدند و سایرین آواز میخواندند و میرقصیدند منیج خانم از هر سکوت کوتاه میان دو رقص و آواز استفاده میکرد برمیخواست با صدایی رسا به آهنگی که گوینده بخت آزمایی گفته بود می گفت هر کرا زر در ترازوست زور در بازوست و شیرینی و آجیل به حاضرین تعارف می کرد از فردا کارش در آمد روزی دوبار صبح و عصر با همان آرایش روز خوشبختی و همان لباس به مغازه ها و فروشگاه ها می رفت نخیال کنی از پول اصلی خرج می کرد هر روز مبلغی از اندوخته ای که در خانه داشت همراه میبرد، برد. سوقات می خرید. کنار خیابان هر جا به یک جعبه آینه دار می رسید پیش می رفت. مدتی می ایستاد به هوای تماشای سیگار و کبریت و بلیت بخت خودش را سرگرم می کرده تا یکی دو نفر بشتاسندش و با انگشت به یکدیگر نشانش دهند. عکس را بزرگ کرده بودند و جلوی جعب آینه بلیت فروشی ها و سیگار فروشی ها در کنار خیابان چسبانده بودند. روز اول تردید داشت و روز دوم تصمیم گرفت به شرکت هواپیمایی رفت و یک بلیت دو سره برای رفتن به شهرشان خرید. سالها میگذشت که شهر عزیزش و اقوام دور افتادهش را ندیده بود. وقتی قصد رفتنش را در خانه گفته بود توصیه کرده بودند که ده پانزده روز دیگر برود که هوا مساعدتر می شود اما او موقع شناس بود باید وقتی می رسی که داستان کهنه نشده باشد اگر بعد از چهارشنبه می رسید عکس برنده هفته بعد را به جای عکس او به جعب آینه سیگاری ها و بلیت فروش های کنار خیابان شهرستان می چسبندند. اقوام دور افتاده چه خوشحال شدند. از دیدن قوم و خوشبختشان و از گرفتن سوقات ها چه سور ها دادند و چه مهمانی ها کردند چه غذاهای خوشمزه ای به او خوراندند چه سوقات های خوبی از آنجا برای خانواده اش آورد وقتی برگشت ده روزی دهان همه را با تعریف غذاهای خوشمزه ای که خورده بود پر از آب کرد و از اینکه حسادت همه را با تعریف پذیرایی ها و خوشگذرانی ها بر می انگیخت خوشحال بود و احساس غرور می کرد کم کم به فکر بهترین راه مصرف پول افتاد مدتی با هر که می شناخت مشورت کرد آخر باز هم به خواهر رو آورد که صمیمی بود و دلسوز و سرد و گرم چشیده شوهر بهیجه خانم اهل معامله بود و حرفش حسابی خانه که در آن نشسته بودن کهنه شده بود و کلنگی با یدن را فروخت پول روی پول گذاشت و خانه ای بزرگتر و نوتر خرید در محله ای تازه تر و آبادتر در یک طبقش می شود زندگی کرد و طبقه بالا را اجاره داد این کار دو حسن دارد یکی اینکه خانه روز به روز گران می شود و دیگر منفعت بول از اجاره بر می گردد. اگرچه شوهر بهیجه خانم از زور گرفتاری فرصت سرخاران نداشت ولی با اصرار زنش قبول کرد که در این کار به مریج خانم کمک کند. بیشتر از یک ماه همه جا را گشتند تا یک جا را پسندید. شوهر بهیجه خانم گفت دست به گوش نبرید که فرصت از کف میره و اینجا اوکازیونه. در زمانی که دنبال خانه می گشتم شوهر خواهر مهربان یک مشتری خوب هم برای ای که داشتند پیدا کرد با شوهر مریج خانم به محضر رفتند و خانه را به شرطی فروختند که دو ماه فرصت داشته باشند تا خانه تازه بخرند و اینجا را خالی کنند پول خانه را روی پول ملیجه خانم در بانک گذاشتند و برابر نصف مجموع پول ها از بانک وام گرفتند و به مبارکی و میمند خانه تازه را خریدند. حساب شوهر بهیجه خانم درست بود. دو سال از محل اجاره طبقه بالا قسط بانک را میدادند و خانه از گرو در می آمد و صاحب خانه ای می شدند به قیمت یک برابر و نیمه پولشان به اضافه مبلغ قابل توجهی که در این دو سال روز به روز به قیمت خانه افسوده میشد از دو سال بعد دیگر ماه به ماه اجاره خانه مال خودشان بود می توانستند ذخیره کنند یا آتشش بزنند اختیار مال خودشان را داشتند سند را که امضا کردند و از محضر در آمدند سند بندگی زن پاره و مساوات حقوق زن و مرد عملا اعلام شده بود سه دانگ خانه به نام شوهر بود و سه دانگ دیگرش ملک تلق خانم هر دو مساوی اسباب کشی یکی دو روز کشید ولی با جمع کردن اساس از آن خانه و گستردنش در این خانه روی هم رفته یک هفته گرفتاری داشتند. یک هفته که منیج خانم بیش از همیشه مزه شیرین حکومت را می چشید. دختر بچه که در خانهشان کار میکرد مادری داشت و برادری آمده بود به کمک شوهر بچه ها و مادر شوهر به سهم خودشان کار کردند روز اسباب کشی هر چهار کارگر با کامیون های نوزهور بار آمده بودند خانم دست ها رو به کمر میزد و چون فرمانده کار ای در جبهه تمام حرکات را زیر نظر داشت و پی در پی فرمان میداد بزار. وردار بلند کن وا کن درست بگیر احتیاط کن نشکنه احمق مواظب باش و هر جا که میدید کار به دستور نمیگذرد وارد عمل میشد میبست گره میزد گوشه یه بسته را میگرفت و میگفت ببین اینطوری اگر شعور داشتی که خدا زیر دستت نمیکرد دختر بچه که مستخدمش بود مثل فرفره میگشت و فرمان میبرد و توسری میخورد یک بار که مادر توسری خوردن دخترش را دید اشک به چشم آورد و گفت خانم جون تو رو به خدا قایم نزنید چشم بچه هم چپ میشه خانم سرش داد کشید که برو برو به من چیز یاد نده من تا حالا هزار تا کرده خر مردم رو تربیت کردم دادم دست جامعه همینجوری میکنی که بچهاتون مثل خودتون لوس و بیکار عذاب در البته که بچه رو بعد ازش کار کشید تا تنبل و بی ارزه بار نیاد تا زنت است با دمیجونه بم آفت نداره گاهی که میدید یکی از کارگرها کار خودش را می کند و به فرمان او عمل نمی کند تشر می زد و بسته را از دستش می و به دیگری میداد و خطاب با آن ناشی زربال از چند در می آورد از این دست که خدا خرش شناخت شاخش نداد یا عقل و دولت قرین یک دیگرند چون می ترسید نفهمیده باشند توضیح میداد که اگر لیاقت اداره رو داشتین خدا به این روز نمی که صبح تا شب عملگی کنین و شبم نون درستاوی نداشته باشین که بخورین یک بار وقتی کارگر یخچال رو جابجا جا, جا می کرد پری جلو و سرش داد کشید اولاغ یواشتر اسم بابات نیست که دلت برش بسوزه کارگر از کوره در رفت جوابش را کف دستش گذاشت و منیجه خانم که ترسیده بود لحجه آشنا را بهانه کرد و با او همزبان شد و از خر مرافع پایینش کشید و برای اینکه قضیه را ماستمالی کند به دختر بچه دستور داد چای دم کند و همه را به نفری دو تا چای مهمان کرد تا خستگیشان در رود چای را که آوردند استکان آن هم شهری را از دستش گرفت و خودش در لیوانی بزرگ برای او چای ریخت. سه روز بعد اساس جابجا جا شده بود و هر چیزی در جای خود بود. شب اول که خانواده خوشبخت در خانه تازه دور هم نشستند، خانم با اینکه از خستگی مینالید، زبان را از کار نمیانداخت. اگرچه صبح تا شب کار کرده بود و هر و جوش خورده بود، فرصت را از دست نداده بود. و با همسایه های دیوار به دیوار آشنا شده بود زنهایشان منزل مبارک بادگویی را بهانه کنجکاوی کرده بودند و در خانی آنان سرک کشیده بودند همین وسیله آشنایی شده بود و در همان اولین گفتگو دانستانی ها را رد و بدل کرده بودند خانم خدا را شکر می کرد و به ارواح اجداد شوهر خواهرش سلوات می فرستاد. کشف کرده بود که در محله اعیان نشین خانه خریده اند و دیگر باید اسبشان را بالا بالا ببندند همسایه دست چپی مدیر کل بود و از صبح ها بچه هایش با ماشین اداره به مدرسه می رفتند. راننده بچه ها را می رسند و بر میگشت منزل که خانم هر کجا دلش می خواهد برود. همسایه دست راستی سرهنگ بود. دیگر در سایهاش می توانستند. مزه امنیت را بششند ظهر آن روز یکی از همسایی ها یک کاسه بزرگ آش فرستاده بود و دیگر یک دیس عدس پلو به گماشته هاشان پیغام داده بودند که چون دیدیم شما گرفتارید و به غذا پختن نمی رسید جسارت کردیم شب دوم خوشحال بود و گزارش می داد که برای تشکر از کاسه همسایه سری به هر دو خانه دیوار به دیوار زده است و همه جا را به دقت دیده خانه خودشان از هر دوی آنها بهتر است آن دوتا معمار سازند و خانه اینها شخصی ساز اتاقهای آنها نور کافی ندارند و خانه اینها روشن است سازنده آنها کاغذ ها را به سلیقه خودش چسبانده است همه زشت و بیرنگ مثل آبدهن مرده و سازنده خانه اینها آدم خوبی بوده است همه کارها را تمام کرده و کاغذ دیواری را گذاشته است به پسند خریدار و پسند منیجه خانم چه خوش رنگ کرده از دیوارها را گلهای بنفش و سرخ داشت با ساق و برگهای سبز سیر و قهوه‌ای چه قشنگ روی دیوارهای خودشان نما داشت شب سوم اوضاع گرگون شده بود آن روز از خانم های دو همسایه با هم آمده بودند به دیدار رسمی از منیژه خانم هر کدام دو سه تا شاخه گل ناقابل آورده بودند پدر سوخته روز اول چه در باغ سبزی نشان میدادند ولی چه زود طاقتشان تمام شده بود و دستشان را رو کرده بودند منیژه خانم وقتی به آنها از تفاوت میان خانه شخصی ساز و معمار ساز گفته بود جواب داده بودند اینجا یه قطه زمین بوده همین اوسو معمار اون رو به پنج قسمت مساوی تقسیم کرده و پنج تا خونه عین هم با دیواره اشتراکی و یک جور مساله ساخته اون آنها هم خانهشان را از اوسو خریده اند ملیج خودم از نور زیاد خانه خودشان و تاریکی خانه آنها گفته بود جواب داده بودند شما هنوز پرده نکوبیدین و جلو شیشه ها بازه روزی که مثل ما پرده مخمل و تور بکوبین نور اتاقتون به اندازه مال ما میشه از کاغذ دیواری ها گفته بود جواب شنیده بود رنگ کاغذ دیواری باید ساده باشه و آرام و شهری که اعصاب رو تحریک نکنه و این گلبوته های درشت بنفش و سرخ که به دیواره دهاتیه و پس از دو روز چشم خسته میکنه و اعصاب رو خراب آنها را برده بود به حمام و مستراح و شیر و دوش و وان را نشان داده بود که همه فرنگی است و عالی نه چون مال آنها وطنی که دو روز خراب می شود گفته بودم خاطر جمع باشین او حسن همه چیز و یک جور از یک جا خریده تا ارزون تموم شه ما وقتی میخواستیم خواستیم خونه رو بخریم همه رو نشونمون داد و گفت هر کدوم رو می قیمتش با اون یکی فرق نداره ما اینو نخریدیم چون دیدیم پیاده رو جلوش گود افتاده و زمستون آب جمع میشه حیات هم که دستی ریخته و نشست کرده خلاصه میگفت زنهای اولی که رسیدن چشمشان از تعجب باز مانده است کم کم تعجب بدل به حسد شده است نزدیک بوده است از حسادت چشمشان بتد کرد و از کاسه درآید که طاقت نیاوردهاند نیششان را زدهاند و رفتهاند در عوض هر چه خوبی بخواهی همسایه روبرو آقای خانه حاجی آقاست تاجر محترم و معتبر است همشهری هستند خانم خانه سالی دو بار مجلس روزه دارد و هفته ای یک بار جلسه مقابله قرآن دو تا پسر دارند یکی از یکی بهتر کوچکتر تحصیل میکنه بزرگتر نظام وظیفه شد تموم کرده و پهلوی دست پدر به تجارت مشغوله پیش از اینها آنها را دیده بوده در سراح شاپ مغازه دارند پدر پشت دخل می نشیند و پسر فروشنده است گس توی دستش مثل فرفره می چرخد چقدرشان شلوغ است و یک مشتری ناراضی از در بیرون نمی رود خواست بگوید خوش حال آدمی که چنین دامادی داشته باشه ولی دید هنوز وقت گفتنش نیست حرفش را خورد و با لبخندی به خیالات طلایی سرگرم شد فردا صبح تلفن به کار افتاد و اقوامش خبر شدند که انتظار به پایان رسیده است و اساس خانه جابجا جا شده است از بعد از ظهر سرشان وا شد به آمدن و منزل مبارک باد گفتن هر دستهای ای ای در دست می آمدند گلدان های بدل چینی خوشگل خوشگل ظرف های آب نبات و شیرینی خوری های رنگ و وارنگ جعبه های شیرینی و نان کیک پشت هم از لای زرورق وا شد و روی میز و سر بخاری ها چیده می شد خاله جان و دخترهاش که امروزی تر بودند سلیقه را به کمال رسانده بودند یک سرویس آبخوری شش لیوان و یک دلچه شیشه زیبا از مغازه پرژین آرت خریده بودند که روی طبق بندی پارتیشن بالای همه قرار گرفت اما وقتی خواهر بزرگش بهیج خانم با پسرش و عروسش وارد شدند رونق بازار خالجان شکست عروس زیر بغل مادر شوهر را گرفته بود و پسر هدیه را در بغل داشت یک گلدان بدل چینی بزرگ شکمدار که در آن شاخه های گل با سلیقه مخصوص چیده شده بود پسر گلدان را آورد و میان جمعیتی که به تواضع ایستاده بودند وسط میز گذاشت بهیج خانم گفت باجی چون خستم کردی به سلیقه اینا اعتماد نکردم خودم همراهشون رفتم تمام پاجاز پلاسکو پاساژ پلاسکو از زیر پا در تا اینا رو پسندیدم خیال نکنه از اون خریدم با, با این که آشنا بود گلدون رو با هزار یا علی مدد سی و پنج تومن حساب کرد گلهای یاسمن رو شاخه ای سه تومن نرگسار رو شاخه ای دو تومن و از همه گرونتر گل سرخا شاخه ای سه تومن و نیم ببین ماشالله صنایع پلاستیک چه محشری کرده گل ساخته اینه هو گل طبیعی تا دست نزنی ملتفت نمیشه که مصنوعیه چه خانوادهی با شعوری داشت همه میدانستند که گل همین پنج روز و شش باشد و پس از آن می رود توی خاک روبه. هر کدام سلیخهی به کار بسته بودند و چیزهایی به درد بخور خریده بودند ملیجه خانم یک لحظه فرصت نفس تازه کردن نداشت تعارف میکرد از آوردن هدایا تشکر میکرد فرمان میداد هر که را در جای خود نشاند و دست دست مهمان ها را در خانه میگرداند یک یک اتاق و هم مامها و مسترا ها و دستشویی ها و آشپزخانه ها را نشان میداد دلایل خوبی و استحکام ساختمان را شمرد. در محاسن یک یک موزاییک ها، آجر ها، کاغذ دیواری ها و لول بخاری ها و چاه فاضلاب که چقدر جا دارد و عمیق است داد سخن میداد. هر دسته را کنج و مسترا یا حمام یا آشپزخانه نگه می داشت. ازشان تصدیق می که این خانه بهترین خانه روی زمین است و بعد به اتاق پذیرایی میبردشان تا چای و شیرینی بخورند به هر کس تعارف میکرد یک شیرینی بزرگ هم خود به دهان میگذاشت با دهان پر و شیرین مثل بلبل بل حرف میزد هر جا بود صدا را چنان سر میداد که در ساختمان میپیچید و همه جا میرفت تا آنها که مطلب را درست نشنیده بودند و در اتاق پذیرایی نشسته بودند باز هم بشنوند نه یک لحظه از نفس میافتاد افتاد نه از پا مثل فلفل می شرخید و حرف میزد و از پله ها پایین و بالا می رفت سلیغه ای داشت در انتخاب و خرید نعلین و مهارتی در قدم گذاشتم صدای پاشنه چوبی نعلینش بر سنگ پله ها چنان در ساختمان می پیچید و ضربه ها چنان بر سر پله ها کوفته می شد که هر ضربه اش می توانست احساس تو خوری یک نسل را رفع و رجوع کند عصر که شد اتاق پذیرایی و سرسرا پر از جمعیت بود بچه ها را توی حیات کرده بودند تا مجلس را شلوغ نکنند و دستشان را به شیرینی و میوه آلوده نکنند و به در و دیوار نمالند دسته که زودتر آمده بودند توضیحات را شش هفت بار شنیده بودم من چه خانم یک صندلی گذاشته بود میان اتاق پذیرایی یا سرسرا تا همه را ببیند و همه او را ببینند همه تو را کرده بود همه حرفهایش را در ساخته ساختبان زده بود تنها یک چیز مانده بود که در دل نگه داشته بود تا همه جمع شوند و بگوید هدف را می شناخت ولی منتظر فرصت بود تا آن روز هر وقت گفتگو از خانه میشد همه میگفتند که خانه خالجان بزرگترین خانه تمام اقوام است او میخواست در فرصت مناسب تکلیفش را با این قصه روشن کند اگر از خالجان جلو میزد همه را عقب گذاشته بود از یک لحظه سکوت استفاده کرد سینه ای صاف کرد و رو به خالجان که بالای اتاق نشسته بود گفت اما خالجان خانم حال خونه ای ما خیلی بزرگتر از حال خونه ای شماستا خاله جان چشم به دختر رفت دخترش وارد بود پارسال دو ماه نامزده یک مهندس ساختمان شده بود و از هم جدا شده بودم دختر خاله به صدا در اومد که خیال میکنین اولی هم که اومدیم خودم شمردم پهنا یه حال ما هفده تا موزیک داره مال شما چارده تا درازی مال ما بیست و یکی داره مال شما هجده تا سالن ما هم درازیش سه تا از مال شما بزرگتره و پهناش دوتا خواهش میکنم خواهش میکنم فرق بین این موزاییک با موزاییک خودتون نمیفهمی همه جا طول چهار تا موزاییک یک متره اول برین یاد بگیرین بعد اظهار عقیده کنین چی میگی؟ مثل اینکه که عقلت پارسنگ میبره این موزاییک اعلاست متری بیست تومنه مال شما متری ده تومنیه اختیار دارین این رو میگن جنس وسط خورده سنگ توش داره و متری هشت مال ما تکی مرمر داره و متری بیست و یک تومنه فهم شعورت این بود که مهندس دو ماه باهات بود دید مال نیستی از دستت فرار کرد قربون فهم شعور شما برند که نمیفهمی چه حرفی رو کجا و زد دختر خاله از جا برخواست گریه کنان رو کرد به مامانش و گفت مامان نشستی که فامیلات از این بیشتر احترامت کنن خاله جان خانم در حالی که چادر نمازش را جمع می کرد و دنبال دخترش از در بیرون میرفت رو کرد به منیج خانم و گفت تا از اول چشم نداشتی دختر منو ببینی آنها از در بیرون رفتن و ملیجه خانم به خواهرش گفت بیا خانباجی اینم قوم خیش هر غریبه که دید چشمش از سعجو وا شد اما قوم و از زور حسادت داره چشماشون از کاسه در میاد مهمان ها که به احترام خاله خانم از جا برخواسته بودند دیگر ننشستند دسته دسته خداحافظی کردند بچه هاشان را از توی حیات صدا زدند و رفتند و خانم ماند خواهرش را دلداری داد گوش زد کرد که فردا صبح یک گوسفند بخرند و جلوی در خانه قربانی کنند تا چشم زخم مردم حسود خدا نکرده کار دستشان ندهد آمیز علی آقا را دعوت کنند که دم گرم و نفس مجربی دارد تا سه روز پشت سر هم در خانشان روزه پنج تن بخواند و خانم مجده داد که شوهرش یک مستجر بی سر و صدایی خوب برای طبقه بالا پیدا کرده که درست به اندازه قصد بانک حاضر است اجاره بپردازد بعیج خانم رفت داشتند اتاق را تمیز میکردند که یکی از گلدان ها از روی میز افتاد و شکست منیج خانم به بعیج خانم تلفن کرد و شکستن گلدان را خبر داد بعیج خانم گفت خدا رو شکر قضا بلا بوده و توصیه کرد گوزفند را فراموش نکنند فردا صبح شوهر منیجه خانم سه ساعت از اداره مرخصی گرفت به عمد منیجه خانم به میدان رفت و یک گوسفند خرید و با تاکسی آورد منزل بعد از ظهر قصاب محل را صدا کردند گوسفند را سر برید خانم کف دستش تا در خون تازه گوسفند فرو برد و زد به در نقش پنجه خونالودش روی در ماند تا رفع چشم زخم کند قصاب سرگرم شقه کردن و تکه تکه کردن گوسفند بود و خانم در تمام ریز ها نظارت میکرد و دخالت تا قصاب چیزی را حرام و هدر نکند پوست و روده و کل پاچه سهم قصاب بود که تا خواست لایه هم بپیچد خانم دستور داد کل پاچه را جدا بکسلد برای خودشان و پولش را بگیرد محتویات شکنبه را زیر درخت خورمال و وسط باغسه چال کردند تا درخت قوت بگیرد قصاب رفت و خانم کاردی به دست گرفت و مشغول تقسیم کردن گوشت قربانی شد یک ران را توی سینی گذاشت روی آن حوله کشید و فرستاد منزل بهیج خانم یک دست را فرستاد منزل حاجی آقا همسایه روبرو از گوشت و استخان دنده دو قسمت گذاشت توی دیس و فرستاد خانه همسایه های دست چپ و راست به نیت اینکه غذاب و بلا بخورد تو کاسه سر آنها مادر شوهرش دخالت کرد و گوشزد کرد که گوشت قربونی رو باید میون مردم مستحق تقسیم کرد و جواب شنید خودم دست کم به اندازه شما چیز میفهمم بعد مشتی از پی داخل شکم گوسفند را گذاشت روی چند استخوان که به تنشان گوش چسبیده بود و لای روزنامه پیچید تا بدهد به سپور محل با زن بچهش بخورند و دعا کنند شب دود و بوی دل و جگر کباب در ساختمان پیچید سر شام سهم هر کس را با دست خودش که کبابی شده بود کشید جگر را میخورد به هوای اینکه خونش زیاد شود چون در جریان اسباب کشی خسته شده است و کم خون دل را به خیال اینکه قلبش ضعیف شده قوت بگیرد قلوه را به نیت اینکه برای کلیه های ناسور شده اش خوب است کل پاچه را همان شب پاک کردند و بار گذاشتند مادر شوهر که پیر بود و کم خواب معمور شد که تا صبح دو سه بار به با آن سرکشی کند مبادا آبش تمام شود و بسوزد صبح زود همه را بیدار کردند برای خوردن انگشتان ملیجه خانم چون انگشتان دست جراح قابلی در کله پخته و داغ گوسفند می و تشریح می کرد سهم هر کس را در بشقاب می گذاشت هر وقت دستش بیش از حد شرب و چیلی می شد انگوشت هایش را با دقت می لیسید. و دوباره سرگرم کار میشد کل پاچه ناشت ناشتا به همه مزه کرد و بیش از همه به شخص منیج خانم ظهر به شوهرش گزارش میداد که اگر صبحانه را نخورده بود و جان نگرفته بود نمیتوانست سه ساعت و نیم با مشتری طبقه بالا چانه بزند و شرایط اجاره را به او بقبولاند بعد از ظهر با اینکه عادت به خواب داشت خوابش نبرد دختر بچه را به کار کشید توی حیات جارو به دستش داد و خودش در سایه ایستاد به نظارت و فرماندهی روی های کف حیات اگر یک پوش ناقابل از زیر جاروی دخترک در میرفت از زیر چشم تیزبین خانم در نمیرفت و دستور میداد دوباره جارو بکشد گاهی مجبور می‌شد زحمت بکشد و از سایه به آفتاب برود و بالای سر دختر ایستد تا کار به سلیقه خودش انجام شود البته تاوان همه این زحمت ها رو دخترک میداد با خوردن یک توسری یا سقلمه وسط کار از دخترک پرسید کار خر به عمر همچین حیات به این بزرگی و با دیده بودی؟ نخیر nah, خانم نخیر nah, خانم چیه کار خر؟ یک بامچه زد تو سر دخترک بگو بابا من به خواب ندیده بود خب بابا من به خواب ندیده بود پدر سوخته یک تو سری دیگر زد و پشت سرش یک اردنگی بچه که دلا شده بود جارو میکرد از ضرب اردنگی با صورت زمین خورد و شیونش بلند شد خانم به فریاد ادامه داد پدر سوخته غذای مفت دادم خورده شکمت پی زیادی بالا برده حالا کارت به جایی کشیده که منو مسخره میکنی ادای منو در میارید خانم من که ادای شما رو در بردم شما خودتون گفتین بگو دخترک گریه میکرد و حرف میزد شوهر که از سر و صدا از خواب پریده بود در را باز کرد و صورت غرق خون دخترک را دید و گفت خجالت بکش زن چرا هار شدی کمتر سر و صدا کن مردم خوابیدن تو برو پیکار خودت از اول میدونستم تو هم چش نداری منو ببینی خوبه این یه وجبی 11 سالش بیشتر نیست و ریختش مثل انتره و گرنه لابود بیشتر از این جواب زحمت های منو میداد محبت های من چشم تو بگیره مادر شوهر پسرش را کشید تو و گفت سلوات بفرستید شیطون را لعنت کنید و دخترک را برد تا صورتش را بشوید و یخ روی مغزش بگذارد تا خون دماغش بند بیاید اصر شوهر بهیجه خانم با مستعجر تازه آمدند و همراه منیجه خانم و شوهرش رفتند محضر تا اجاره نامه بنویسند خانم لذت سند امضا کردن را دوباره احساس کرد ولی در تمام مدت با شوهرش سرسنگین بود از محذر که برگشتند خانم متوجه شد که جای پنجه خونالودش از روی در خانه پاک شده است پرسجو کرد و فهمید که دخترهایش از مدرسه برگشتند جلو در ایستاده بودند که چند تا پسر جوان از کنارشان رد میشوند و یکی از آنها می گوید بچه ها بترسید قبیله پنجه خونالود دخترها از این مطلق چنیدن خجالت کشیده اند و با یک دستمال نم زده پنجه را از روی در شستند خانم عصبانی شد و تا میتوانست، ناله و نفرینشان کرد که آخرش آدم نخواهند شد که از فرنگی معابی فقط کن نشوری را یاد گرفتهاند. سر شب برادر شوهرها همراه زنهایشان با شیرینی و دست گل آمدند به منزل مبارک بادگویی. پس از شنیدن گزارش مفصل خرید خانه و تماشای یکی یک که مساله ساختمانیش که درجه اول است به جریان پیدا شدن مستجر و امضای سند گوش دادند و داستان چشم زدنها و نظر قربانی و شنیدم که منیجه خانم تازه پس از سالها دارد دوست و دشمنش را میشناسد که مردم دو دسته شده اند دسته ای از دیدن خانه و زندگی او چشمشان از سج و باز مانده است و دسته ای دیگر از حسادت دارد چشمشان در میآید و میافتد جلو پایشان مهمانان هر کدام دو گوش داشتند دو تا دیگر قرض کرده بودند و سپرده بودند به درد دل خانم دور اول چای خورده شده بود خانم که دید مهمان ها با مهربانی به حرفش گوش می کنند خودش استکان های خالی را جمع کرد و گفت این دختر بیوز بلد نیست چای بریزه خودم براتون چای بیارم که هز کنین و به دلتون بچسبه رفت و با سینی چای برگشت هنوز قدم به اتاق نگذاشته گوشه سینی به چارچوب در خود و برگشت و خرد شیش استکانها با چای داغ روی زمین پخش شد مهمانا و شوهر و مادر شوهر و بچه ها به سویش دویدند کمکش کردند تا جوراب را که خیس شده بود و ازش بخار بلند میشد از پایش درآورند از هر دهان نام یک دوای سوختگی درآمد نفت آب نمک دوا قرمز تنتور پماد ولی روغن سوختگی روغن خوردنی و از میان همه آنها خود خانم یکی را انتخاب کرد و به دختر بزرگش تشر زد که دختر یه خلص گنده واساری بر رو بر منو نگاه میکنی بدو ارومی سوالت من قطیه کرم ماکس فاکتور رو بیار تا دختر کرم را بیاورد دو سه نفر دلا شده بودند و به پای خانم فوت می کردند خانم در حالی که با احتیاط و آرام کرم را به جای سوخته پا می مالید ناله و نفرین می کرد آخر چشم حسود و بخیل کار خود کرد امیدوارم من انشاءالله هر که چشم نداره من و زندگی ما ببینه چشمش از کاسه در بیاد بیفته جلو پاش هر کس به زبانی دلداریش میداد و همه شهادت دادند که الحمدلله چایی زیاد داغ نبود و پوست پای خانم حتی کمی قرمز هم نشد خانم از جا برخواست همه با احتیاط قدم بر می که خرد شیشه به پایشان فرو نرود دختره که مستخدم با خاکنداز جارو حاضر بود برای جمع کردن خرد شیشه که تو سری خانم توی مغزش فرود آمد خاک بر سر عقلت نمیریسه کی آدم بشی اول کهنه بیار آب و خوش کن بعد جارو کن دختر بچه پارچه کهنه یا ورد و به دستور خانم اول شروع کرد به خوش کردن فرش و بعد موزاییک و خورد شیشه ای نوک انگشتش را برید و خون بیرون زد و انگشتش را به دهان برد و تو سری بعدی خانم بر سرش صدا کرد که پدر سوخته خر عقلت نرسید اول شیشه ها رو جارو کنی که دستت چلاق نشه خانم خودتون گفتین اول خوش کن خفه شو پدر سوخته ای زبون دراز و یک تو سری دیگر بر سر دخترک نشست دخترک سر به زیر انداخت و آرام و بی صدا زاری کرد و اشکش قطره قطره بر زمین چکید و زمین را خوش کرد و جارو کرد و رفت مهمان ها نشسته بودند خانم هم نشست مادر شوهر گفت ای بی نداره خدا رو شکر کن قضا بلا بود رفت شد برادر شوهر گفت باید چند روزی احتیاط کنید چند سال بود که به اندازه های خانه های قدیمی آشنا بودید چشم بسته توی تاریکی شب همه جا می رفتید و هیچ اتفاقی نمی افتاد حالا دو سه ماه وقت لازمه تا با پله ها و اندازه های اینجا آشنا بشین ملیجه خانم جواب داد خوبه خوبه یعنی شعور من به اندازه شعور شما نمیرسه این چشم حسود و بخیل کتاب زندگی من میفته کور شده نظرش میگیره این دفعه تقصیر این پدر سخته هاست به دخترهایش اشاره کرد تره گرفتم قاطوق نونم بشه قاتل جونم شد بر من شدن انچس وکیل فلان خرج کردم گوسفند خریدم کشتم پنجه خونی رو به در زدم که نظر قربونی بشه پدر ها پنجه رو پاک کردن نهوستش پاپیچ من شد امیدوارم درد و بلایی من بخوره تو کاسه سر شما دوتا که از دستتون راحتی ندارم دخترها سرخ شدند و سفید شدند و از اتاق بیرون رفتند و مهمانها پشت سرشان خداحافظی کردند و رفتند ملیجه خانم گوشی تلفن را برداشت نمره گرفت و سرابهای واقعه را برای خودش تعریف کرد بیجه خانم برای خواهر معصومش دل سوزاند و آنچه به عقلش رسید سفارش کرد فردا صبح شوهر به بهانه گرفتاری اداری از زیر بار دستورهای تازه زنش شانه خالی کرد آنچه نباید بشنود شنید و رفت به یه کارش خانم خودش را افتاد تا ظهر هر جا بلد بود گشت و ظهر که برگشت یک خروس سیاه زیر بغلش بود خروس بی تربیت نمی دانست منیجه خانم دامنش را تازه دوخته مرغ خروس بی انصاف هم نامناسب به او خورنده بود خانم خروس پا بسته و زبان بسته را توی راه رو پرتاب کرد و از ترس اینکه لکه ها از دامنش پاک نشود دوید لباسش را عوض کرد و داد دخترک مستخدم توی تشت بیاندازد و گفت که اگر یک ذره از لک باقی بماند قلم دست دخترک را خواهد شکست قصاب محل خروس را جلو در خانه سر بارید. باز هم خانم دست خود را به خاک و خون خروس آغشته کرد و روی در علامت پنجه خونالود گذاشت زهر خودش کباب را به سیخ کشید و باد زد و سر سفره برد که از روز پیش گوشتش را توی ماست و پیاز خوابانده بود وقتی که داشت کباب را سیخ می کرد به دخترک دستور داد دوترن را روشن کند تا آب حمام گرم شود که بعد از ظهر خانم حمام برود و بوی کباب را از تن دور کند بعد از ظهر همه خوابیده بودند که سر و صدا از داخل حمام بلند شد خدا رحم کرد که مدرسه بچه ها تعطیل بود و در خانه بودند توانستند مادر را دریابند و به تن نیمه شستش لباس بپوشانند و به مرکز سوانه اورژانس محله برسانند کف وان صابونی شده بود و لیز خانم که به وان عادت نداشت بی هوا ایستاده بود و پایش سریده سر بود و افتاده بود و مچ دست راستش به جا شده بود و زانویش ضرب دیده بود در مرکز سوانه اورژانس محله خانم ناله کنان روی تخت خوابید یک زن و مرد سفید پوش به سراغش آمدند خانم از قیافه مرد تشخیص داد که نباید دکتر باشد می گفت شکل عمله هاست پرسید پس دکتر کجاست؟ گفتم دو ساعت دیگر خواهد آمد داد و فریاد سر داد که شکایتتان را به وزیر بهداری خواهم کرد مرد رفته بود و سال کارش را بیاورد زن گفت خاطر جمع باشید این آقا پزشکیار قدیمیه و بیشتر از دکتر چیز میفهمه مرد آمد و خیالشان را آسوده کرد که چیز مهمی نیست و یک زرب دیدگی مختصر است مچ دست و زانو را با کمک زن مالش داد و روغن مالید و بست صورت حساب صد تومنی فریاد منیج خانم را در آورد و هر چه کردند بیشتر از پنجاه تومن نپرداخت به خانه که آمدند به دختر بزرگش فرمان داد نمره تلفن را بگیرد برای خواهرش داستان را تعریف کرد خواهر هم عقیده داشت که از چشم مردم باید بترسد نیم ساعت بعد بهیج خانم رسید قصاب محله خودشان را آورده بود که دست مجربی داشت قصاب نوال پیچی دست و پای خانم را باز کرد و داستانها گفت از ناشیگری دکترها در شکست بندی می گفت هرچی باشی آدم مثل من خودش تو پنجاه سال عمر سی سی و پنج سال ساتور و کار قصابی دستش بوده و دست کم با استخونبندی دو هزار تا گاو و نزدیک سر و داشته حالا چشم بسته میتونه هر استخونو و خورده استخون خانم رو که در رفته باشه جا به جا کنه خانم را تاق باز خواباندند اما بهیج خانم خواهش کرد شانهای های خواهرش را نگه دارد دو دستی انگشتان دست جابجا جا شده را گرفت با یک دکان درست و حسابی منیجه خانم گفت آخ و قصاب گفت تموم شد مش دست را با زرده ی تخم مرغ و روناس و ململ آب نکشیده بست دستمال بزرگی گرفت تا کرد مش دست را کف دستمال گذاشت و دو تا گوشه آن را پشت گردن خانم گره زد دست را به گردن آویخت و زانو را با خاکشیر گرم و نمک بست و قول داد سه روز دیگر دست خانم بهتر از روز اول و مثل دسته گل خوب خواهد شد چه مرد با انصاف و با خدایی بود ده تومن بیشتر نگرفت می گفت هرچه از این کار می گیرد به فقرا می دهد قصاب رفت و بیج خانم دعای نظربندی را که مخصوص خودش بود و به هیچ کس نمی داد از زیر چادر درآورد به خواهر زرد دیده و نالانش گفت که این آخرین دستخط دعا نویس شهر خودشان است که ده سال پیش چون با او آشنایی داشته برایش نوشته و دو روز بعد از آن به رحمت خدا رفته است و حالا دیگر از اینها پیدا نمی شود باید بالای در خانه آویزان کنند خودشان از زیر آن می گذرند و نظر نمی خورند و هر نظر تنگی که از زیر آن بگذرد و به خانهشان بیاید اگر قصد چشم زدن داشته باشد انشاءالله چشمش میتر کرد به دستور منیج خانم دخترها یک صندلی گذاشتن زیر پایشان و با نظارت بهیج خانم دعا را در جای مناسبی بالای در آویختند وقتی به اتاق برگشتند دخترها میخندیدند مادر نفری نشان کرد که بی ایمان شده اند و فخششان داد و از اتاق بیرونشان کرد سر شب همه جمع شده بودند دور تخت بیمار گل میگفتند و گل میشنفتند که از درد و بد خیالی منصرف شود از توی ساختمان صدای شرشور آب آمد منیج خانم پرسید تو همام کسیه؟ گفتن نه پس صدای شرشور آب مال کجاست که بند نمیاد؟ یقین این دختری پدر سخته باز شیرا را واز گذاشته توضیح دادند که معلوم شد صبح تا آن وقت منیجه خانم چنان سرگرم خروز خریدن و قربانی کردن و دکتر رفتن و بیماری بوده که نفهمیده است مستعجرین طبق بالا آمده اند و اساس ها برده اند و حالا یکیشان در حمام است و این صدای شرشر آب حمام طبقی بالاست که در ساختمان می پیشد. دختره که مستخدم را صدا کرد و فریاد زد دختر برو بالا بگو پدر سوخته ها توی خونه پدرتونم اینجوری آب مصرف میکردین؟ شوهر نگذشت دخترک برود و به صدا در آمد که زن بس کن بگیر بخواب کاری نکن همین روز اول مردم بفهمن با کی طرفن کنتر آب طبقه بالا جداست مال پایین جدا هرچی آب مصرف کردن خودشون پولشو میدن خانم لحظه ساکت مند و فکر کرد و گفت میخواستی بنده پولشو بدم؟ باید چشمشونم درات دست به کیسه مبارک خودشون بکنن اما چاه که پر شد کی باید پولشو بده؟ خاطر هم باشه تا من و تو زنده ایم چاه پر نمیشه اینجا شنزاره هرچی آب بریزی فرو میره تو هر بزل و بخشیشی که دلت هاست سه از سهم خودت بکن آخه بابا در در خونه حاتم تایی رد شده بود من از سهم خودم گذشته میکنم سدنگ مالکم بابت سدنگ خودم الان میرم پدرشون رو در میارم برافروخته از جا خواستم، ندانسته پای ضرد دیده را از روی تخت به زمین گذاشت آخ گفت و لب تخت نشست بغزش ترکید و گریه را سر داد و به شوهر گفت تو از اولش هم لیاقت منو نداشتی بیچاره اگه قدم مبارک من نبود که الان به خاک سیاه نشسته بودی تو خونه خراب شده ای تو پولم هدر رفت جونم هدر رفت خوشگلیم هدر رفت و تو بیچشم رو قدر نشناختی از اولش به من حسودی میکردی از اولش چشم نداشتی منو ببینی خیال میکردم مردم از دیدن خوشبختی من چشمشون داره میتر که نگو دشمنم تو آستینمه شوهر از اتاق بیرون رفت و بعد از او مادر شوهر و بعد دخترها و کانون گرم خانوادگی یخ کرد خانم یک ساعتی قرقر کرد و بعد به دخترک که دستور داد شامش را بدهد دخترک روبروی خانم نشست و کمک کرد تا خانمش شام بخورد چون با دست چپ نمیتوانست لغمه بگیرد یا گوش تکه تکه کند خروس را پخته بودند و تنگاب گرفته بودند و در آبش نخود رشته فرنگی و هویج ریخته بودند که قوت داشته باشد اما در دو حرص جوش برای خانم اشتها باقی نگذاشته بود و بعد از خوردن تنگاب بیش از یک شقه خروس را نتوانست بخورد خورد و خوابید تا چراغ روشن بود گرگر میکرد و ناله و نفرین چراغ را که خاموش کردند خیالات به سرش زد خوابش نمی برد دخترک لگن را به دستور خانم آورده بود و خودش گوشه اتاق خفته بود تا اگر خانم نیمه شب احتیاجی داشت تنها نباشد بیدارش کرد و قص خواب آور خواست باز خوابش نمی برد دست مال را از گردن باز نکرده بود و دست بستش چون کوهی سنگین روی سینه افتاده بود و به قلبش فشار می آود. کم کم خستگی آمد و پلک چشمش سنگین شد. خواب بود و بیدار بود و نه خواب بود و نه بیدار لای در خانه ایستاده بود زیر دعای نظربند بهیج خانم منتظر دیدار کنندگان که قرار بود بیایند سرشان وا شد پیش از همه خالجان خانم از پیچ کوچه پیچید همراه دخترش همان دختر خالی پر افاده بیشعوری که به کونش میگفت دنبال من نیا بو میدی همان دختر خالی که نتوانست آقای مهندس نامزد به آن خوبی آقایی را بیشتر از دو ماه نگه دارد و جوان به آن نجیبی که توی سرش میزدن صداش در نمی آمد از دست این سلیته دو پا داشت و دو پا قرض کرد و در رفت خاله و دختر خاله از آن دور که چشمشان به قوم خوشبختشان خورد خندیدند. منیج خانم دست بر سر برد و ظلفش را مرتب کرد بعد پایین نیمتنه ملیل دوزیش را که از روی شکم برامده اش بالا جسته بود صاف و صوف کرد و روی دامن قرمز گلدار کشید گردنبند لیره عثمانی را که به زنجیری بسته بود و از شاک گریبان تو رفته بود بیرون آورد و روی پیش سینه انداخت خاله جان خانم و دخترش چند قدم نزدیک شده بودند به سراپای قوم و خیش خوشبختشان چشم انداختند و سراپای ساختمان را ورانداز کردند و از تعجب مات ماندند چند قدم جلوتر آمدند برق ملیله و لیره عثمانی چشمشان را خیره کرد خنده از لبشان برسیده شد قدم به قدم که پیش آمدند گوشه لبهاشان پایین افتاد اخمشان در هم رفت چشمشان از حسادت برق زد منیجه خانم هم با حیرت نگاهشان میکرد، کرد چشم حیرت زدشان به ساختمان و سر و پای منیجه خانم دوخته شده بود پلکا باز شد باز سر شد کاسه چشم جا وا کرد گشاد شد گرد شد چشم از شرشم خانه آهسته آهسته شروع کرد به بیرون آمدن قدم قدم جلو می آمدن چشم هم جلو می آمد مجگان پشت کره سفیدی چشم پنهان شد نزدیک شدند چشم از کاسه بیرون آمده بود دو تا کره سفید با رگه های پیچ در پیچ خون زیر پیشانی هر یک برجسته و چسبیده بود سیاهی ها نقطه های گردی که از حسادت برق می زدند و زل زده بودند و منیج خانم را نگاه می کردند. به یک قدمی خانم رسیدند ایستادند چشم ها پلقی صدا کردند و از کاسه بیرون پریدند و افتادند زیر پای منیجه خانم خانم از ترس لرزید و جیغ کشید و دندانش کلید شد و چشمش را بست وقتی که باز کرد خال خانم و دخترش نبودند دود شده بودند و به هوا رفته بودند اما چهار تا چشم زیر پای منیجه خانم روی زمین توی خاک و خون افتاده بود طوری که سیاهی هر کدام بالا بود و برق میزد و زل زده بود و به منیجه خانم نگاه میکرد خانم رو گردان که نبیندشان چشمش افتاد به سر کوچه دیدار کنندگان دسته دسته از پیچ کوچه میپیچیدند و میآمدند. هر یک یک گلدان یک آجیل خودی یا یک جعبه شیرینی در دست داشتند. از دور که پیدا می شدند می خندیدند. نزدیک میآمدند کم کم خنده از لبشان برچیده می شود. چشمشان از تعجب باز می ماند. نزدیکتر می شدند. برق حسادت از چشمشان میجهید، چشم ها گرد می شدند پلک ها جاوا می کردند و باز چشم هاشان پلقی بیرون می پرید من خانم می خواست جیر بکشد اما دندانش کلید شده بود صدای خفه ای از گلو در می آفر. دلش می تپید باری به گرانی یک کوه روی قلبش سنگینی می کرد. دیگری می آمد و دیگری و پشت هم می آمدند ها برادرزاده ها امه ها امو ها برادر ها و زل هاشان دست دست از راه می رسیدن. نوبت قوم شوهر شد چشم ها زیر پای خانم روی هم می ریختند صد تا دیویست هزار تا نمی چند چشم است. سطح پیاده رو پر از چشم شده بود تمام اقوام و دوستان و عزیزان آمدند چشمشان از حسادت درآمد و افتاد زیر پای ملیجه خانم و خودشان دود شدند و به هوا رفتند خانم میل از و دندانش کلید شده بود و فریادش به جایی نمی رسید بار گرانی چون کوه بر قلبش سنگینی میکرد کرد آمدند و آمدند و آخر همه و خانم از راه رسید یک گلدان شیشه را در بغل می شد. دهنش باز بود و نفس نفس می زد. سرش را بالا گرفته بود که شاخ و برگ گلهای پلاستیکی صورتش را آزار ندهد شکم و پستانهای بزرگش بزرگ از همیشه می نمود پاهای کوتاه و ناتوانش تا آب کشیدن بار تن را نداشتند مثل اردک تلو تلو می لنگ لنگان پیش می و بروی خواهرش می خندید خانم خواست فریاد بزند به دادم برس که خنده از لبهای خواهر برچیده شده گوشه های لبش پایین آمد برق حسادت از چشمش شهید گرد شد از چشمخانه خانه بیرون زد و چشمان او هم پلقی بیرون پرید منیژه خانم میلرزید. قلبش میخواست از جا کنده شود تمام قوایش را جمع کرد و فریاد زد بهیجه باشی تو هم دختره که مستخدم به صدای جیغ خانمش از خواب پرید و جیغ کشید و اهل خانه خواب آلوده و ترسیده ریختم توی اتاق و چراغ را روشن کردند خانم روی تخت افتاده بود و دهانش کف کرده بود رنگ و رویش کبود شده بود خور خور می و صدایی از گلو در می چون صدای گوسفندی که تنابی دور گردنش پیچیده شده باشد دست خانم را از دستمال آزاد کردند و از روی قلبش برداشتند دهنش را پاک کردند آب خنک به سر روش زدند کم کم رنگ و روش جا آمد اما صدای گلوش بند نمی آمد و از جا تکان نمی خورد چشمش باز بود با نگاهی چون نگاه گوسفند از فردا دکتر و دوا شروع شد یک سال هرچه از دستشان آمد کوتاهی نکردم اما منیجه خانم دیگران منیجه خانم سابق نشد که نشد پایان